سلام شنبه 6 دی 93 27 دسامبر 2014 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه رئیس سازمان مالیاتی کشور عنوان کرده که چهل درصد اقتصاد کشور از مالیات معافه این به این معنی است که سازمان های که از مالیات معاف هستند هیچ نوع نظارتی بر اونها نیست تقریبا اکثر اونها زیر نظر شخص آقای خامنه ای یا سازمان های زیر نظر ایشون هستند شاید هیچ دیکتاتوری در تاریخ اینچنین تسلطی به منابع اقتصادی کشور نداشته نزدیک به چهل درصد اقتصاد کشور و اینطور بیرون از هر نظارت و حسابرسی بوده چون نه مجلس حق دخالت و نظارت داره نه دولت نه مالیات نه هیچ ارگان دیگری آقای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن هم عنوان کرده که 100 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در کشورهای چین، هند، ژاپن و چند کشور دیگه بلوکه شده به دلیل تحریم هایی که اجازه نمیده که پول ها آزاد بشه به حساب ایران بیاد و فقط از همون محل باید خرید بشه کاری که البته جلوش رو هم میگیرن به خصوص چینی ها یا هندی ها و اجبار میکنن که از خودشون کالا بخرن این یعنی نوع مدیریت آقای خامنهی بر کشور چه در بود شخصی و قدرت خودش و چه در بود تحریم و اداره کشور رئیس ثبت احوال کشور هم عنوان کرده که جمعیت ایرانی ها به 80 میلیون نفر رسیده ثبت شده که 78 میلیون نفر داخل ایران دو میلیون در خارج ثبت شدن که البته ممکنه تعداد ایرانی ها بیش از این باشه در خارج و از این تعداد 70 درصد شهر نشین و سی درصد روستایی هستند و جالبه که چهل درصد خانوارهای ایرانی تک فرزند هستند یا اساسا فرزندی ندارند این رو بعد به آقای خامنه ای گفت که اصرار داره جمعیت کشور باید افزایش پیدا بکنه کاری که فقط باعث دردسر به خصوص مادران شده و در شش ماهه نخست به آمار درونی حکومت بیش از 420 هزار سخت جنین غیر قانونی به بار آورده موضوع دوم این که تعدادی از فعالان مدنی مثل نسرین ستوده، نرگس محمدی، دکتر محمد ملکی ایسا خندان و دیگران که دیروز جمعه به شهریار کرج رفته بودند برای شرکت در مراسم سالگرد مصطفی کریم بیگی یکی از شهدای جنبش سبز که در دیماه ماه 88 شهید شده در آستانه ورود به شهریار دستگیر شدند به اطلاعات برده شدند چند ساعت توقیف بودند و بعد آزاد شدند سازمان گزارشگران بدون مرز هم توقیف روزنامه روزان و خبرنگار سیاسی این روزنامه رو محکوم کرده مرتضا آقا تهرانی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مجددا مطرح کرده که فیلم خانه پدری با ارشاد صحبت کردیم که اکران نشه هنوز ارشاد واکنشی نشون نداده که این لبلب من لبلب تو با حالی به چند من با مجلس آخرش قراره به کجا برسه و این فیلم در یه دونه سینما کوروش هم قرار بود اکران بشه آیا ارشاد پاش ایستاده یا مجددا آنچنان که آقا تهرانی گفته منتفی شد موضوع سوم اینکه آقای احمدی نژاد در جمع تعدادی از پایداری ها که به او نزدیک هستند عنوان کرده اگر توتعه شدت پیدا بکنه من می آیم. اما نگفته چه توتعه ای و چه جور چیزی باز از همون بگم بگم های آقای احمدی نژادی سید رضا تقوی رئیس ستاد ائمه جمعه هم عنوان کرده که آقای هاشمی رفسنجانی خودش بعد از خطبه ای که در روز قدس سال 88 خوند میدونست که دیگه نمیتونه بعد از اون به نماز جمعه بیاد زبنان ایشون گفته در اون روز اون روز قدس ما با چنگ و دندون نماز جمعه رو حفظ کردیم آقای صادق خرازی به عنوان رئیس شورای موقت شورای مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان مجید فراهانی دبیر کل موقت و حسن یونسی سخنگوی حزب ندای ایرانیان معرفیشان و گفته و ایشون گفت که 21 عضو شورای مرکزی هم به طور موقت حضور دارن حزبی که حرف و حدیث دورش زیاد هستش موضوع چهارم اینکه مجله تایم هر سال فردی رو به عنوان فرد سال انتخاب میکنه که بیشترین خبرها دورش بوده باشه چه شخص مثبت چه منفی قبلا خبرش رو دادیم که امسال تیم پزشکی و تحقیقاتی رو که برای بیماری ابولا کوشش کرده بودند رو به عنوان فرد سال تایم انتخاب کرده که در بین این تیم یک دانشمند محقق ایرانی یعنی خانم پردیس ثابتی از دانشگاه هاروارد هم حضور داره و به این ترتیب میشه گفت که از ایران تا کنون غیر از آقای دکتر مصدق و آقای خمینی دو تن که در سیاست بودند نفر سوم خانم پردیس ثابتی است که این بار از بین دانشمندان و محققین در بین فرد سال تایم انتخاب شد رئیس دانشگاه الازهر مصر هم خواهش کرده از علمای شیعه که از تبلیغ برای شیعه کردن اهل سنت دست بردارند و فعلا منصرف بشن به دلیل مشکلات و دعواهای زیادی که ایجاد شده در سردشت در کردستان هم 18 کودک به دلیل خوردن شیر رایگان مدرسه مسموم شدن این دومین مورد قبلا در بشاگرد در هرمزگان هم اتفاق افتاد ظاهرا در چند نقطه دیگه کشور هم این ماجرا تکرار شد در مانور ارتش که این روزها در جریان هست گفته میشه که به عملیات انتهاری پهپاد قرار است آزمایش بشه که در واقع یک نوع دندان نشان دادن به امریکاست برای حمله پهپادها به شناورهای امریکایی یا انگلیسی یا فرانسوی در خلیج فارس موضوع پنجم اینکه دکترین جدید نظامی روسیه به امضای آقای پوتین رسیده این دکترین جدید نظامی مهمترین تهدید روسیه رو ناتو نامیده پیمان نظامی ناتو و دشمن اصلی و بزرگترین تهدید اون رو دونسته و ضمناً ماجرای عضویت اوکراین در او ناتو رو که پارلمان اوکراین تصویب کرده بود روسیه به عنوان تهدید امنیت اروپا ذکر کرده در واقع به نوعی تهدید در این حرف هست اما موضوع آخر اینکه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرمودند که ترکیه آزادترین مطبوعات جهان رو داره جناب جواد لاریجانی هم در تهران فتوا صادر کردند که دروغ بستن به ولایت به ولایت سبب خروج از دین میشه اندکی سبز هر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی